شما همراهان همیشگی مجله هفتگی چشم‌انداز در خدمتتون هستم با برنامه این هفته. دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش دوم سال جاری خود به این سازمان در نیویورک گفته است که وضعیت حقوق بشر در سال جاری در ایران بدتر شده است. آقای شهید با استناد به مدارک و شواهد موجود در این گزارش آورده است پس از روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی تعداد اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرده و وضعیت زنان وخامت یافته است و حقوق اولیه مخالفان حکومت به صورت گسترده نقض می‌شود. دیپلمات‌های ایران با حضور در این جلسه گزارش آقای شهید را یک طرفه و با انگیزه سیاسی برشمردند. گزارش اخیر آقای شهید هفتمین گزارشی است که از زمان تعیین وی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ارائه می شود. این گزارش به کمیته سوم سازمان ملل ارائه خواهد شد، کمیته‌ای که همه کشورها عضو آن هستند. بر اساس این گزارش در 6 ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند که از این تعداد 8 نفر آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در ایران، گزارش آقای احمد شهید را رد کرد و گفته است که او از قدرت‌های بزرگ به خصوص امریکا دستور می‌گیرد. پیشتر آقای شهید در واکنش به اظهارات مقامات حکومت جمهوری اسلامی گفته بود که حملات مقامات جمهوری اسلامی به وی تأثیر روی کارش نخواهد داشت و به هیچ عنوان او را مشوش نمی کند. وی امیدوار است تهیه گزارش‌هایش به تغییر رفتار مسئولان نظام نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بیانجامد. احمد شهید در سال 2011 میلادی از سوی سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران منصوب شد و تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به این کشور را برای تهیه گزارش‌هایش ندادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد شمار اعدام در ایران در 15 ماه گذشته را 852 مورد ذکر کرده و گفته است این رقم بزرگترین رقم اعدام‌ها به تناسب جمعیت یک کشور در جهان را نشان می‌دهد. در حالی که گزارشگر ویژه سازمان ملل از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده، سازمان عفو بین‌الملل هم می‌گوید که افزایش فشار جامعه بین‌الملل بر جمهوری اسلامی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک کند. در خبری دیگر، جمعی از اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، یک نهاد فعال حقوق بشر در خارج کشور که فعالانی در چند کشور اروپایی، امریکا و کانادا دارد، در ملاقات با اعضای پارلمان اروپا و بنیاد دفاع از دموکراسی به طرح موزل سرکوب گروه‌های آیینی قومی توسط نهادهای مختلف حکومتی در ایران پرداختند. در این دیدار اعضای این نهاد حقوق بشر با نمایندگان پارلمان اروپا یادآور شدند که امروزه دیگر تردیدی بر جای نمانده که نهادهای متعدد با همدستی قوه قضاییه، مقننه و نیروهای انتظامی زیر چتر نهادهای امنیتی با استفاده از اختیارات فراقانونی با طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی به ناامن کردن فضای جامعه مبادرت ورزیده و به خصوص به تضییع حقوق گروه‌های عقیدتی ادامه می دهند. با ما بمانید. در این حال اجلاس بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 9 آبان ماه سال جاری در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد. نمایندگان کشورهای مختلف نسبت به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به ویژه موج گسترده اعدام‌ها و سرکوب زنان ابراز نگرانی
عمیق کردند. ایشان تایید کردند که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشته است. از سوی دیگر هیئت نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر روز سه‌شنبه 13 آبان ماه تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری 108 کشور جهان را به ماه مارس 2015 میلادی موکول کرد. در نشست امسال بررسی ادواری حقوق بشر در شهر ژنو که هر 4.5 سال یک بار برگزار می شود، 108 کشور جهان 291 پیشنهاد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو ارائه کردند و از تهران خواستند تا تعهد دهد که آنها را اجرا خواهد کرد. در همین راستا در حاشیه این نشست حجت الاسلام صادقی عضو هیئت نمایندگی ایران و معاون فرهنگی قوه قضاییه در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل و در حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان اقدام به روزخوانی کرد که با هم بخشی از آن را می‌بینیم. این انگاره ما از حقوق بشر است، اما پارادایم دشمنان ما از حقوق بشر یزید و لشکر اوست که از هفتم محرم یعنی همین روزها آب را به روی کاروان حسین شامل زنان و کودکان می‌بندند و سه روز بعد در عاشورا نوزاد شیرخوارش را روی دست پدر در حالی که لبان خشکیده‌اش را همچون ماهی از آب گرفته باز و بسته می‌کرد با تیر سپر گلو می‌برند. ما عزادار این سرور آزادگان هستیم. پس از تصویب دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس و در پی اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در شهر اصفهان، این بار شاهدیم نمایندگان مجلس نیروهای سازمان بسیج مستضعفین را موظف به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرحله لسانی کردند. همزمان با تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که این روزها در سرخط خبرها قرار دارد، بسیاری از صاحب نظران انگیزه اسید پاشی های زنجیره‌ای در شهر اصفهان را مرتبط با تصویب این طرح در مجلس دانستند. طرحی که بر عملکرد گروه های فشار و سرکوب علیه جامعه مدنی به ویژه زنان در ایران مشروعیت می بخشد و دست نیروهای وابسته به بسیج و سپاه برای سرکوب های شهری را باز می‌گذارد. این طرح در هفته‌های اخیر در حالی به تصویب مجلسیان رسید که پیشتر مجید انصاری معاون رئیس جمهوری در امور مجلس گفته بود که طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. مجلس شورای اسلامی در 16 مهر ماه سال جاری کلیات این طرح را با وجود مخالفت دولت تصویب کرد. هفته گذشته همزمان با دومین سالگرد آقای ستار بهشتی، وبلاگ نویس زندانی که زیر ضربات شکنجه بازجوی خود جان باخت، خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی این کانون با حضور بر مزار آقای بهشتی و در جوار مادر وی سخنانی را در نقد عملکرد حاکمان نظام جمهوری اسلامی در ایران ایراد کرد که با هم بخش کوتاهی از آن را می‌بینیم. این رو باید در تاریخ نوشت. در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند انقدر زدم تا زیر دست من مرد. الله، آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که انقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمیفهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمیفهمند و نمیدانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال میکنم
آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردن؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علن کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار می گرید و ستار ستار می گوید؟ چرا هیچ ناهی از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهی از منکر، منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطع ها رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارند، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابانهای تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ شایان ذکر از خانم محمدی پس از ایراد این سخنرانی با دریافت احضاریه‌ای میبایست خود را روز شنبه 17 آبان ماه به شعبه دوم بازپرسی اوین معرفی میکرد. آقای نوریزا در صفحه فیسبوک خود از حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و همچنین دکتر محمد ملکی در سالن دادسرای اوین در حمایت از خانم محمدی خبر داد و نوشته از خانم محمدی پس از پاسخ به 50 پرسش بازجو درباره فعالیت‌های مدنیشان و سخنرانی اخیرشان بر مزار آقای بهشتی و فعالیت‌های نهاد حقوق بشر لگام آزاد شد. خانم محمدی در سال 1389 خورشیدی، یک سال پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 در منزل شخصیش بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. او چند ماه بعد به دلیل بیماری حاد از زندان به مرخصی آمد، اما مجدداً در سال 1391 بازداشت و این بار به زندان زنجان منتقل شد و مدتی بعد به دلیل بیماری مجدداً به مرخصی آمد. نرگس محمدی در اردیبهشت ماه سال جاری پس از ملاقات با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران، حکم ممنوع خروجیش را دریافت کرد. پس از آن چندین بار وی برای بازجویی به دادسرا احضار و اتهامات جدیدی علیهش مطرح شد. خانم محمدی در تمام این مدت در فعالیت‌های مدنی از جمله دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیز تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان حضور داشته است. و
اما در قسمت پایانی مجله این هفته چشم‌انداز توجه شما را به خبری از نسرین ستوده جلب می‌کنم. به تازگی صفحه فیسبوک خانم ستوده فعالیت خود را بر روی این شبکه اجتماعی آغاز کرده است. خانم ستوده حقوقدان، وکیل پاییک دادگستری و فعال حقوق بشر، شامگاه روز عاشورا به دعوت جمعی از فرادرمانگران تهران و اصفهان در مراسم شام غریبان که از سوی جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهری از حامیان عرفان حلقه ترتیب داده شده بود، حضور یافت و ضمن ایراد سخنرانی به برخی از پرسش‌های حاضران پاسخ گفت. از شما دعوت می‌کنم بخش کوتاهی از این اظهارات روشنگرانه را با هم بشنویم. فکر می‌کنم یه چیزی که تهدیدها را از ما دور می‌کنه اینه که اولا سنگ بنای رفتار ما با حکومت قانونه و لا غیر. ما هیچ چیز دیگه ای نداریم. معامله با حکومت، ما آزادی هامون رو با حکومت معامله نمی کنیم. ما یه حق بیان داریم، یه حق شهروندی داریم، آزادی بیان داریم. ما اینها رو با یه بازجویی، با یه بازجو و با ماموران دولتی معامله نمی کنیم. آقا این حق منه، شما باید بری اون ور خط وایسی، بعد ببینم طبق این قواعد باید با من صحبت کنی. نمیتونی منو تو خیابون بلند کنی ببری اداره اطلاعات، حالا بیا با هم صحبت کنیم، میخوایم مشکل تو حل کنیم. من مشکلی نداشتم، تو اومدی خیابون منو آوردی بدون حکم، من مشکلی ندارم. همینطور ظرف 24 ساعت باید به من تفهیم اتهام کنی و پس از اون نمیتونی. اینها چیزاییه که به نظرم، من به زبان حقوقی اینا رو عرض میکنم، از منظر حقوقی اینها تردیدها رو از ما دور میکنه. اما قطعا در حوزه عرفانی یا عقیدتی روشهایی وجود داره که تردیدها رو از ما دور کنه. اجازه بدید من وارد اون بحث ها نشم، اینا من اونها رو کمی شخصی تلقی میکنم و فکر میکنم هر کسی روش های خودشو داره برای غلبه و تردیدهاش. از اینکه این هفته نیز ما رو همراهی کردید از همگی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه دیگری از چشم‌انداز ایران، بدرود.